سلام دوستای نازنین، ما امروز در نظر گرفتیم که کلچه های برای آماده بسازم به طریقی بسیار آسان و بسیار ساده که شما هم بتانین آماده کنین و نوش جان کنین. خب خدا کنه که مورد علاقه تان قرار بگیره. بیاین شروع کنیم به آماده ساختن امی کلچه های زیبا. داش روشن کردیم به درجه 350 فرانهایت 180 درجه سانتیگراد. قسمی که شما میبینین، ما دو بسته مسکه را در داخل کاسه گذاشتیم در حرارت خانه. بعدا مسکه ها را با مخلوط کنه دستی خود مخلوط میسازم. وقتی که مسکه ها مخلوط شد، نیم پیاله بوره میده شده را که در نظر گرفتیم بالای مسکه میریزم و اینا را با هم مخلوط میسازم. بعدا یک بچارم ایسی قاشق چایخوری نمک و یک قاشق غذاخوری وانیل استفاده میکنم به خاطر خوشبوییش. مواد تمومشان مخلوط شد. بعدا دو پیاله آرد که در نظر گرفته بودم بالای مواد مخلوط شده اضافه میکنم. آنها را با مواد مخلوط شده خوب با قاشق خود عل میکنم. بعدا ما اینا را با دست خود مساج میتونم تا که یک خمیر مناسب بدست بگیرم. خب نرمی و سختی خمیر بسیار مناسب است. خمیر ما آماده شد. خمیر در یک پلاستیک میگذارم تا خشک نشه. بعدا خمیر انبار میکنم طبق معمول. ما به دو پارچه کاغذ کلچه ضرورت دارم تا که خمیر کلچه در انگشت های ما یا در آشگز نچسبه به خاطر که خمیر شیرین است. خب به می شکل خمیر انبار میکنیم، البته به بسیار حوصله مندی. بعدا خمیر انبار شده را توسط سانچی خود قطع میکنیم و کلچه های قطع شده گیره در پتنوسی که قبلا درش آماده کرده بودم انتقال میدم و به می شکل خمیر های باقی مانده را همچنان کلچه آماده می سازم. خب خمیر هایی که از چهار دو بر می مونه با همچنان کلچه آماده می سازیم. کلچه ها را همک شکل می دم توسط خلال دندان تا که شکل کلچه ها در وقت پخته شدن خراب نشن. خب به می شکل پتنوز بدیر هم مشکل می دم. شما می تونین که از پنجه یا از پرک استفاده کنین. خب بعد اینا رو پخته می کنیم مدت 15 دقیقه یا می کنیم کمک طلایی رنگ شده. خب بعد از 15 دقیقه شما میبینید که کلچه ها بسیار مناسب پخته شده. یک کمک چاکلیت آب کردیم. کم پسته و جلغوزه سیاه را بالای امی چاکلیت میگذارم به خاطر زیبایی یکی بیشترش. جلغوزه سیاه را پوست گرفتیم ولی پسته را پوست نگرفتیم به خاطر که پوست پسته بسیار یک زیبایی خاص خود داره و کلچه ها بسیار مقبول معلوم میشه. خب به می شکل تمام کلچه ها رو تزیین میکنم. میبینید که چقدر یک تزیین ساده ولی به حد خوشمزه به خاطر که وقتی که طعم چاکلیت با طعم کلچه یک جا میشه بسیار خوشایند میباشه. خب خدا کنه که مورد علاقه شما قرار گرفته باشه و آرزو دارم که شما همچنان آماده کنین، نوش جان کنین با دوستای عزیزتان، با فامیل محترمتان در روزایی. تشکر میکنم از توجه تک تکتان که ویدئوهای مرا تماشا میکنین و در چینل مشترک کردین. باز همچنان اگر از ویدئوهای ما خوشتان میه اینا شریک بسازین با دوستایتان و با فامیل محترمتان. خداوند حافظ و نگهدار همگی شما. خداحافظ.